اما در ایران در حالی که سخنگوی قوه قضاییه زندانیان سیاسی را به خرابکاری و تخریب اموال زندان متهم کرده، خانواده زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته در اوین میگویند هنوز به شکایت آنها از مقام‌های مسئول رسیدگی نشده. مقام‌های قضایی و زندان‌های ایران هنوز حتی ضرب و شتم زندانیان سیاسی را انکار می‌کنند. اما خانواده این زندانیان از 4 مقام مسئول به خاطر حمله به زندانیان سیاسی شکایت کردند. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته. در هفته‌های اخیر سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته برای کسانی که در داخل زندان اوین اقدام به تخریب اموال کردند، پرونده قضایی تشکیل می شود. متاسفانه یک مقداری هم با هماهنگی جریان فتنه و بعضی از جریان‌های داخلی حمایت شد، قائل آفرینی کردند در مورد مسئله اوین و به خانواده زندانیان به خاطر خبررسانی ها هشدار داده. با اینکه غلام حسین محسنی اژه‌ای خانواده زندانیان را تهدید کرده، اما هیچ اشاره‌ای به شکایت خانواده های زندانیان سیاسی نکرده. فعلا هیچ جوابی داده نشده، هیچ اقدامی نشده. در حال حاضر فعلا ما میشنویم که به جای رسیدگی به شکایت انجام بشه، خانواده را دارن تهدید میکنن. خود من شخصا که تهدیدی نشدم، ولی خانواده دیگه چرا؟ غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانهای ایران، علی اشرف رشیدی رئیس زندان اوین، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، خانواده های زندانیان سیاسی از این 4 مقام به رئیس قوه قضاییه شکایت کردند. شکایت بر این بود که رسیدگی بشه که این مسببین این حمله به بند 350 کسانی بودند، بعد رفتاری که با زندانیان شده، ضرب و شتم ظالمانه، کتکی که به زندانیان زده شده، بر چه مبنایی بوده، چه کسی دستور داده. 2 هفته پیش ماموران زندان در حاشیه بازرسی از بند 350 زندان اوین با زندانیان سیاسی درگیر شدند. با اینکه مسئولان ضرب و شتم زندانیان را رد می کنند، اما روایت خانواده زندانیان سیاسی چیز دیگری است. خواهر محمد شجاعی هستم، مهندس پرواز هواپیمایی ماهانه. میگه دست باشم با زنجیر بستن، اونقدر با باتون زدن تو سر و صورتش. میگه یکی از این تلافی های گنده اومده بوده تو اتاقش، گفته بوده این پسر سفید مال منه. قربان بهزادیان نژاد و محسن میردامادی، 2 زندانی سیاسی، در نامه‌ای به سخنگوی دولت نوشتند اگر سریع‌تر بررسی نشود، آثار حمله به زندانیان توسط مسئولان پاک می‌شود. بازرسی از بندهای هر زندانی طی سالیان گذشته مکرر اتفاق افتاده، من بعد هم انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفته اگر مسئولی تخلف کرده باشد، قوه قضاییه بدون هیاهو رسیدگی می کند. اما توضیح نداده که چرا به رغم تکذیب های متوالی رئیس سازمان زندان ها او ارتقاء مقام یافته است. این تنها روایت یکی از زندانیان سیاسی آسیب دیده است. امروز من که ملاقات داشتم، ایشونو الان 10 روزه که تو بیمارستان خود زندان بستری، دنده‌های سمت راستشون ایشون شکسته، بعد 2 انگشت‌های چپ، تاندون دست چپشون که کبودیه، امروز آقای کبودیان گفتن که خونریزی کلیه‌هاشون قطع شده. 10 زندانی سیاسی در اعتصاب قضا هستند. میگویند انتظار دارند مسئولان عوامل حمله به آنها را مجازات کنند. روز دوشنبه چهره‌هایی چون محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران، فاطمه کروبی و ابراهیم یزدی از زندانیان خواستند به اعتصاب قضایشان پایان دهند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.